هستی با نور میتونی جلو ریزش موهات رو بگیری و موهات رو تقویت کنی؟ امروز میخوام در مورد لیزر کمتوان صحبت کنیم. ببین مثلا لیزر کمتوان چیه؟ چه تأثیر روی موهاتون داره؟ آیا خانم‌ها و آقایان هر دو میتونن استفاده کنن؟ و چند جلسه باید انجام بدی تا به اون نتیجه دلخواهتون برسید؟ خب لیزر کمتوان همون نوره که با یه طول موج مشخصی روی سر تابیده میشه و این باعث میشه که اول از همه خون رسانی توی کف سرتون زیاد بشه و گلوبول‌های قرمز اکسیژن بیشتری رو به پوست موهاتون برسونن و موهاتون سالم‌تر و خوشحالت‌تر باشه. دومین مکانیزمی که داره چون باعث میشه ATP یا انرژی داخل سلولی رو زیاد کنه و همین افزایش انرژی داخل سلول باعث میشه که تجمع دهیدروتستوسترون توی سلول کم بشه. خب حالا دهیدروتستوسترون چیه؟ دهیدروتستوسترون همون عاملیه که باعث ریزش مو و کمپشتی موهاتون میشه. خب این دوتا عامل باعث میشه که سلهای فرسوده سریع از بین برن، سلهایی که سالمن جایگزینشون بشن. حالا توی چرخه رشد موها باعث میشه که فرایند رشد موها طولانی تر بشه و اون فاز استراحت و ریزش موها رو کوتاه تر میکنه. این باعث میشه که ریزش موهاتون متوقف بشه و سرعت رشد موهاتون هم بیشتر بشه. حالا چه کسایی میتونن لیزر کم توان استفاده کنن؟ هم خانم‌ها هم آقایون میتونن لیزر کم توان استفاده کنن، به خصوص کسایی که کاشت مو انجام دادن، چون باعث میشه که اون سلول‌های آسیب دیده سریع از بین برن و سلول‌های سالم جایگزین سلول‌های آسیب دیده بشه. خانم‌ها آقایونی هم که ریزش مو دارن و ریزش موشون به خاطر عوامل ارثی و هورمونی خیلی براشون تاثیرگذاره، چون دهیدروتستوسترون رو تا یه حدی میتونه کنترل کنه. اما برای اینکه از لیزر کمتوان نتیجه بگیرید حتما باید 16 تا 20 جلسه لیزر کمتوان رو استفاده کنید. حالا لیزر کمتوان رو باید دو بار در هفته استفاده کنید، هر دفعه 20 دقیقه تا نیم ساعت طول میکشه فرایند حالا استفاده از لیزر کمتوان و اصلا دردی هم نداره، یعنی شما راحت میتونید روی صندلی بشینید و لیزر کمتوان رو هم روی سرتون انجام بشه. یه پوان خوبی که لیزر کمتوان داره اینه که هم برستش و هم کلاهش تولید شده، که مثلا شما میتونید توی خونه با برستش موهاتون رو تقویت کنید، میتونید هم از کلاهش استفاده کنید توی خونه کلاهش رو بذارید. امیدوارم اطلاعات این کلیپ براتون مناسب باشه. حتما این کلیپ رو برای دوستاتون که ریزش مو دارن ارسال کنید.